سلام به همگی، من بهار کاتوزی هستم. امشب میزبان یک آدم خیلی جالب، دوست داشتنی و با مزه که من خودم چند روز باش آشنا شدم هستم، به اسم بهار صادقی، خانم دکتر بهار صادقی. خیلی برای من آشنای جالبی بوده و به خاطر گپی که امروز قرار بوده با هم بزنیم، کلی راجع به خیلی چیزها حرف زدیم در این روزها که برای من خیلی با مزه است و فکر میکنم شما هم خیلی کیف خواهید کرد. من یکم بهار صادقی رو به شما معرفی بکنم. خانم بهار صادقی، بگم متولد چندین یا نگم؟ همه میدونن. متولد سال 48 هم ماشاءالله بهشون نمیاد. فارغ التحصیل رشته پزشکی و دوره بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن. ایشون از سال 80 تا 96 محقق مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودن و از سال 85 تا سال 92 هم محقق و مدرس پژوهشکده علوم شناختی بودم. من خودم پژوهشکده تجربه به عنوان یک شاگرد حضور داشتن داشتم و خیلی جای جالبی اتفاق. ایشون از سال 89 هم تا به الان در حوزه روان درمانی و مشاوره مشغول به کار هستن. این معرفی خیلی کوتاهی از خانم دکتر صادقی که بیشتر حالا باشون آشنا بشه. منم که بهار کاتوزی هم، اگر کسی توی حرفه خودمون منو از کسایی که الان میبینن میشناسن که من نویسندم، کمی بازیگرم، حوزه تئاتر و سینما. من بچه با اجازهتون از الان کامنت ها رو میبندم فعلا. ما میخوایم دیگه با خانم دکتر صادقی وارد بحثمون بشیم و بعد در یک فاصله ای سعی میکنم حتما تاش کامنت ها رو باز کنم که شما هم سوالاتتون از ما بپرسید. فعلا با اجازهتون من این کامنت ها رو میبندم. خب و اما بحث جون، من یه چیزی جان. بگم، تو خواهش میکنم ازت که توی بقیه صحبت ها من رو همون بهار صدا کن. شاید حالا برای آدم سخت که یکی رو با اسم خودش صدا کنه، ولی حالا بر حسب تصادف من و تو با یه اسم حساب در اومدیم. باشه، چرا که نه، صدا کن، چرا که نه، بهار در بهار. خب ما امروز موضوع بحثمون یه ذره عنوان شاید به نظر بیاد سختی داره، ولی داخل بحث شیرینی اونقدر که ما گپ زدیم این روزها. عنوان بحث هست گفتگوی نامیرا، هنرمند، اثر و مخاطب. چرا حالا ما به این بحث رسیدیم؟ من یه مقدمه میگم و بعد بحث رو میسپرم به دست بهار عزیز. ما به خاطر این به این موضوع رسیدیم که این چیزی که الان داریم توش زیست میکنیم، شرایط فعلی جهان ما که البته شرایط استثنایی هم نیست از جهاتی، یعنی دوره های دیگه هم بوده که بشر تجربه مشابهش رو داشته، ولی شاید در جهان انقدر تکنولوژیک و بروز ما اتفاق تازه یه یک مقدار، یعنی برای ما تجربه منحصر به فردی، اونم درگیری با یک پاندمیک که منجر به مرگ میشه در حالا شاید ابعاد وسیعی برای ماها در جهان فعلی، و خود این تولید یک سری اتفاقات کرده، از جمله اینکه این پاندمی به ما این رو تحمیل کرده در واقع که ما مجبوریم در خونه هم قرنطینه بشیم، خیلی از فعالیت هامون رو از دست دادیم، زندگیمون رو به طور کلی با یک سری شرایط جدید و یک ترس های جدید اومده تعریف کرده که ما نسبت به اون داریم خودمون رو انتباه. هر شرایط جدیدی که پیش میاد طبعا با خودش اتفاقات جدیدی رو میاره. مثلا اتفاقی که من خودم الان شاهدشم در این روزها اینه که میبینیم تو فضای مجازی و گفتگوهای اینطوری خیلی اتفاقات جدیدی داره میفته، اتفاقات آنلاین خیلی بازارش گرم شده و آدم‌ها دارن سعی میکنن از مدیوم‌های دیگه سعی کنن با هم ارتباط بگیرن و زندگی رو به شکل فعلیش بتونن حالا ادامه بدن تو اون مسیری که میشود البته باشه. توی دوره های این شکلی با خانم با بهار عزیز که حرف میزدیم رسیدیم به این که معمولا بشر اتفاقا معکوس چیزی که آدم فکر میکنه تو این شرایط بوده تا الان عمل کرده، یعنی میل به بقا وقتی میره بالاتر در این شرایط اتفاقا تو نیازمنده به اینی که خودتو انگار اثبات تثبیت کنی، حالا نامیراشی، جاودانشی، باقی بمونی، که حالا اینا مسیرهای مختلفی داره. یه بخشش تولید مثل در این دوره ها معمولا در طول تاریخ در دوره هایی که بشر درگیر جنگی بوده، مثل اصلا جنگی که حتی خودمون ایران و عراق تجربه کردیم، ما بچه های دهه 60 خیلی زیاد که تو این دوره شاید مثلا منطقی نیاد تولید مثل و یک بچه دار شدن، اما میبینیم که اتفاقا انگار میل بشر به بقا اینطوری داره جلوه پیدا. یک بچه دیگه هم این میل به بقا داره که برای هنرمند یا آرتیست اتفاق میفته، یعنی هنرمندی که در واقع میخواد خودش رو از طریق اثرش
جاودانه یا نامیرا کنه، که راجب همینم حالا قراره که گپ بزنیم، تفاوت این دوتا کلمه، که اون میلی که به طور کلی داره ولی حالا در ظرف یک اتفاق این شکلی چه شکلی پیدا میکنه. من فکر میکنم با این مقدمه بحث رو الان میسپارم به بهار عزیز در پیرامون دو کلمه جاودانگی و نامیرایی و اتفاقاتی که من این مقدمه راجبش گفتم تا شروع کنم بحث. من مرسی ازت به خاطر توضیحهایی که دادی، چون که من مثلا اونجایی که تو گفتی شروع میکنم که راجب جاودانگی و نامیرایی بخوام که توضیح بدم. ببین، در پی این که قرار شد که اصلا بحثمون راجب چی باشه، من رفتم خود بیشترم راجب این دوتا کلمه خوندم. البته نامیرایی رو کلمه ایمورتالیتی رو معادلش میگیریم، جاودانگی یا ابدیت و کلمه اترنیتی. بعد حالا مفهومی که اترنیتی یا ایمورتالیتی هر کدومشون بهش مربوط میشه رو یکم بخوام توضیح بدم. ببین، اترنیتی تا اونجایی که من رفتم دیدم یک صفتی هست که مربوط به زمانه، یعنی زمان حالت اترنیتی داره. و حالا شاید سوای زمان توی مباحث دینی بتونیم بگیم که خداوند هستش که صاحب اترنیتی هست. یعنی چی؟ یعنی از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. از اول اول بوده و تا ابد خواهد بود. این مورتالیتی یا جاودانگی به این صورت هست که اون نفر یا اون موجود یه جایی به وجود میاد ولی نمیمیره، یعنی از ازل نبوده دیگه، با اون موقع ولی تا ابد خواهد بود. نبوده کاری نداره، ولی تا ابد خواهد بود. فکر کنم که یه موجوداتی اگر اشتباه نکنم مثلا مثل فرشته ها، مثل ملائک، حالت ایمورتالیتی دارن، میدونی؟ یعنی یه خدا اونا رو درست کرده، اونا بعد از خدا هستن ولی قرارم نیست بمیرن. حالا ما نه اترنیتی داریم نه ایمورتالیتی. توی همین مورد یه مفهوم دیگه هم که اتفاقا بهش برخوردم مثل روین تن بودن یا شکست ناپذیر بودن بود، که اتفاقا جالب اینجاست که بدونیم که روین تن یا شکست ناپذیر هم ایمورتال نیست، موجودی هستش که به واسطه عوامل بیرونی از بین نمیره ولی خودش در درون پیر و فرتوت میشه و از بین میره. به هر حال که ما انسان ها حتی روی این تن هم نیستیم، که یه موجود مورتالی هستیم. حالا ادامه صحبت ها رو با اجازت بخوام بگم درباره اون چیزی که به خاطر این پاندمی که الان به وجود اومده گفتی. ببین، داستان اینجاست که ما با بیماری کرونا با مفهوم مرگ مواجه نشدیم. ببین، با مفهوم مرگ که ما آدم ها همیشه مواجه بودیم، همواره مواجه بودیم. الان یه جوری مرگ قریب الوقوع و نابهنگام رو به خودمون نزدیک احساس میکنیم. معمولا ما مرگ قریب الوقوع و نابهنگام رو به خودمون نزدیک احساس نمیکنیم، اما حالا یه اتفاقی افتاده که هممون اینو خیلی نزدیک احساس میکنیم. همین نزدیک احساس کردن مرگ قریب الوقوع خودش توی فعالیت های مغزی ما از نظر، یعنی فعالیت های شناختیمون یا تفکراتمون و هیجاناتمون تغییراتی به وجود میاره. الان یه اتفاق دیگه هم که با این نزدیک بودن، احساس نزدیک بودن مرگ قریب الوقوع افتاده، اینه که ما سبک زندگیمون هم تغییر کرده. یعنی بنابراین تغییراتی که به وجود آورده خیلیه، چون که میبینیم هم توی ارتباطاتمون تغییر به وجود اومده، حتی توی پوشششمون هم تغییر به وجود اومده. یه چیزایی که یه موقعهایی زیاد توی لباسای ما لازم نبوده الان تقریبا لازم شده، و شاید یه موقع یه چیزایی که لازم بوده الان دیگه اصلا بهش اهمیت نمیدیم. میخوام بگم یعنی این نزدیک بودن، احساس کردن این مرگ قریب الوقوع، به علاوه تغییراتی که توی سمت زندگی ما به وجود آورده، خیلی ما رو تحت تاثیر قرار داده.
و شاید باعث شده که بیشتر به یه چیزی مثل جاودانی، مثل ایمورتال بودن، نامی را بودن بخوایم فکر بکنیم. این اون توضیح اولیه بود. در ادامه چیزایی هم که گفتی دقیقا همونطور که تو گفتی، مسئله اینجاست که برخلاف اون چیزی که فکر میکنیم که شرایط سخت ممکنه باعث بشه که آدم ها به تولید مثل فکر نکنن، یا از ممکنه ما تو حرف زدن معمولی مون بگیم که آقا من از زندگی بیزارم، ولی خیلی جالبه که همون موقعی که آدم ها میان میگن از زندگی بیزارن، بیشتر از هر موقع دیگه برای تولید مثل اقدام میکنن. که یه تحقیقی در این مورد شده، یه مقاله‌ای رو در مورد سونامی اقیانوس هند که سال 2004 اتفاق افتاده کار کردن، که اتفاقا مقاله هم برات فرستادم تایتلش رو اگر یادت باشه. نتیجه گیری مقاله این بود که در نیمه دوم دهه 2000 تا 2009 باروری کلی بیش از نیمی از زایمان، بیشتر از نیم بالاتر از موقعی بودش که هنوز سونامی اتفاق نیفتاده بود. یعنی که به نظر عجیب میاد در ظاهر. بله، توی اون شرایط فکر کن خونه هاشون خراب شده، زندگیشون از بین رفته، اینا دارن زاد و ولد میکنن. و باز یه چیز خیلی جالب دیگه که اینجا توی مقاله نوشته بود این بودش که هم زاد و ولد در خانواده هایی که خودشون فرزندشون رو از دست داده بودن زیاد شده بود، و هم در خانواده ای که خودشون اتفاقا فرزندی از دست نداده بودن ولی فکر میکردن توی اون گروهی که هستن یک نفر از بین رفته. یعنی انگار به صورت ناخودآگاه میدونی برای زیاد کردن گروه خودشون، حتی کسی که اعضای خانوادش رو از دست نداده بود، اقدام به زاد و ولد کرد. یه تفسیر دیگه هم که کرده بودن این بود که چون احتمال مرگ رو نزدیک میدید، میدید که ممکنه یه بار دیگه هم یه همچین اتفاقی بیفته، چون اینو تجربه کرده بود، اقدام به زاد و ولد بیشتر میکردن. بگیم من بعدش هم یادم افتاد همین الان که اتفاقا شاید بوده 2 یا 3 سال پیش بود، نگاه میکردم راجب خودکشی که متاسفانه یکی از دوستان یه همچین اقدامی رو کرد و خیلی هممون تحت تاثیر قرار گرفتیم. بعد من رفتم کلی، چون خیلی هم هول و هوش خودکشی ایشون حرف زیاد زده شد، گفتن که چون نمیدونم کتابش در نیومده بود این کارو کرد، و چون که یه عالم مسائل اجتماعی رو داشتن به خودکشی ایشون رفت میدادن. بعد از طرفم خوندم ببینم که واقعا تنگناهای اجتماعی یا سیاسی چقدر میتونه باعث خودکشی بشه، یا حالا کارهایی که کردن، مقالاتی که انجام دادن، یا شرایط بد زندگی اجتماعی چقدر میتونه باعث این بشه. خیلی جالب بود که مثلا برخلاف انتظار من دیدم مثلا توی کشورهایی مثل عراق، مثل سوریه که اون موقع درگیر جنگ بودن، آمار خودکشی خیلی پایین بود، ولی توی یه کشورهایی مثل ژاپن اتفاقا یعنی تقریبا ژاپن بالاترین آمار خودکشی رو داشت. همون حدود 3 سال پیش که من حدود تیر 3 سال پیش بود که من مقاله هر نگاه کردم، بالاترین راجب همین میخواستم چقدر بامزه مثالی که زدین چیزی بود که دو ذهن منم بود. 2 مورد، یکی این که من چند وقت پیش توییتی کردم خودم، برام سوال بود که آدم ها دیدم چه واکنش بامزه دارن، و اونم اینه که چرا خودکشی بین نویسنده ها انگار بیشتره، در حالی که بعدا به این نتیجه رسیدم که نه، بیشتر نیست، شاید کمیتش، ولی شاید ما بیشتر فوکوسیم اون آدم ها، اون آدم ها رو میبینیم، ولی این کار به یک سطح از آرامش که آدم ها میرسن یا فکر که میکنن یک پیچیدگی هایی پیش میاد. حالا اینو فعلا از این بحث میذارم کنار چون رو هنر قرار شیفت بکنیم، ولی همینی که گفتین در سالهای اخیر ما شاید جنگ های عجب غریب تو منطقه بودیم که یه نمونه خیلی جدی سوریه است. من خودم برام خیلی نسلی از بچه های در سوریه عجیبن که الان در سالهای زیادی که بدون کشور متولد میشن، یعنی در مرزها دارن به دنیا. و سواله، یعنی همش دارم فکر میکنم که برام سواله چرا باید آدم دست به تولید مثل بزنه در شرایطی که حتی هیچ مرزی تو رو نمیپذیره، یعنی نمیتونی به کشور خودت در شرایط شاید حالا
من خیلی سواد سیاسی ندارم، ولی گویا در کشور خودت شرایط مشکله، بیرون هم پناهندگی نمیتونی بگیری و عجیبه تو این شرایط هم داری حتی تکثیر میکنی خودت رو. خیلی عجیب و جالبه. دقیقا همینه که تو میگی. ببین داستان میل به نامی چرا حالا خودش رو تکثیر میکنه؟ چون از طریق زاد و ولد 50% ژن خودش رو میذاره در وجود دیگری، در وجود اون بچه‌ای که میخواد متولد شه. این 50% رو بهش میده، میگه تو بگی برو، همش رو نمیتونیم بذاریم. 50%ش رو میاد با یکی دیگه که پسندیده و به نظرش اون هم میتونه شریک خوبی باشه که این 50% خودش رو با اون قاطی کنه، 50% خودش رو به اون میده و میگه بگی برو. مثل این دعای 4 متر که یکی میدوه چوب و میده به بعدی، میگه حالا بقیهش رو تو بدو، هی چوب رو رد میکنن. درسته که ببین از اون تراکم ژنه مقدار کم میشه، ولی به هر حال داره تلاش میکنه برای اینکه باقی بمونه. یعنی اتفاقا اون آدمه چون در خطره، چون توی مرزه، چون شاید طول عمرش از این که توی شهر خودشون توی جای امن زندگی میکرد الان کمتر شده، بیشتر تلاش میکنه که باقی بمونه. خیلی درسته. من دارم فکر میکنم که آره داره این به جاودانگی میل داره، به نامیرایی داره تلاش آره خیلی جالبه. خیلی یعنی تو خود امثال آدم های مثل من که شاید تا قبل از این بیماری خیلی فوکوس و تمرکزمون همش کارمون بوده، اخیرا بحثی که بینمون پیش میاد به این فکر میکنیم که چه عجیب ماها بچه نداریم. یعنی اصلا حتی به ما هم سرایت کرده که داریم سعی میکنیم مثلا شاید از زاویه دیگه هم نگاه کنیم به اتفاق. بهار جان اگر موافق باشیم بابت اینکه بحث اون برمون خیلی انبوهه، من میگم یه شیفتی کنیم. حالا ما بحث رو باز کردیم، از آن خیلی ورودی خوبی بود، دست شما درد نکنه. بریم سراغ این که حالا یه روی دیگه داره این بحث. شما مطلب میخواییم بگین قبلش؟ پس هم همینطوری با تو بیام اون طرف رو بگم. حالا که داریم راجع به نامیرایی صحبت میکنیم، بیایم ببینیم که آدمیزاد توی این حالا بر حسب طبیعتش و بعد به واسطه شناختش و مغزش این میله به نامیرایی رو چجوری داره تو طول زندگی خودش باش سر و کله میزنه، میخواد باش چی کار بکنه. حالا تو اگه میخواستی چیزی بگو. همین، نه دقیقا ورودی خوبیه برای اینکه وارد بحث بعدیمون بشیم که ما متمرکز میخوایم راجع به هنر، جهان هنر و هنرمند حرف بزنیم، چون بیشتر مخاطب همون هم احتمالا یا تعلق به این جهان دارن یا علاقمندن بشن. یکی از مسیرهای نامیرایی چه در دوره هایی که مرگ خیلی جدی برای ما مطرحه به عنوان یک ابژه عینی مثل الان، چه زمانی که نه اینطور نیست و زندگی عمومی رو داریم میکنیم، برای هنرمند نامیرایی خیلی مطرحه. من بین دوستان خودم گرفته تا دوستان تا کسانی که بزرگانی هستن که در طول تاریخ آثارشون یا خوندیم یا با مصاحبه هاشون یا آنچه که ازشون مونده، اگر فیلمی اگر گفتگویی، میبینیم که دغدغه جاودانه بودن خیلی مطرحه. تا میایم میرسیم به مثلا دوروبری های خود ما، که من خیلی وقتا میرم تو گفتمان دوستان من بحث از اینه که من باید کاری کنم که بعد از من بمونه. یعنی این هنرمنده حالا این جاودانگی یا تعبیرش دیگه میکنیم به نامیرایی طبق تعریف که شما دادین، این نامیرایی در هنرمنده داره باز یه ساید دیگه پیدا میکنه، اثری رو میخواد بسازه که بعد از اون هم بمونه. و این انگار بچه اینجا تبدیل شده به این میل به بقا این شکلی ادامه پیدا میکنه. این میل به بقای بعد اون وقت مؤلفه های خودش داره دیگه، ویژگی های خاص خودش رو میطلبه. بکنم از اینجا وارد این بحث بشیم، بریم سراغ هنر. آره بریم سراغ هنر. یعنی این در واقع همونی که تو میگی، حالا بر اساس اون چیزی که ضیافت یا سیمپوزیوم کتابی هستش که افلاطون درباره عشق نوشته و اونجا یه سری آدم دارن با هم دیگه صحبت میکنن که مهمترین صحبت هایی هستش که سقراط میکنه، که اونجا تو صحبت هایی که سقراط میکنه راجب عشق داره حرف میزنه. و ببین اون میگه که بشر میل داره، همین که ما میل داریم به یه چیزی بیرون از خودمون که اون چیز رو داشته باشیم و برای همیشه اونو برای خودمون بکنیم، این میشه عشق. و این برای همیشه یه چیزی رو مال خودم کردن، اون میل به جاودانگیه. میخوام یه چیزی که دوستش دارم برای همیشه مال من باشه. حالا این جاودانگی رو آدمیزاد به دو طریق همونطوری که تو گفتی داره
اجرا میکنه. یکی از طریق زاد و ولد که خب ابزار و ادواتش هم دنبال همه آدم ها هست و زاد و ولد میکنن دیگه، اگر که حالا یعنی بیشتر آدم ها این توانایی رو دارن که این کار رو بکنن. و جالب اینجاست که اینو حالا در نظر داشته باش که مخصوصا برای خانوم ها توی جنس مؤنث این توانایی زاد و ولد کردن یه دوره‌ای داره. حالا برای آقاها هم البته کیفیتش باز فرق میکنه، ولی به هر حال دوره باروری در انسان و در همه پستانداران یه دوره‌ای داره. اینو داشته باش چون بعدن یه جایی میخوام یه چیزی راجبش بگم و ارتباطش رو با هنر اتفاقا. یعنی دوره زایایی ما، خب اینکه ما میل به جاودانگی اون از طریق زایایی از طریق تولید یه انسان دیگه که 50% رو بهش میدیم، میگیم بگی برو. خودم در بهترین حالت الان مثلا 90 سال، حالا بگو دیگه خیلی خیلی شانس بیارم 100 سال زنده ام، ولی خب 100 سال برام کمه وقتی که عمر خودم رو با عمر حتی لات گشتا دیگه تازه با رودخونه ها و کوه ها و درخت ها مقایسه نمی کنم، دلم میخواد بیشتر بمونم. یه کار دیگه هم که آدم میکنه اینه که میاد یک چیزی رو خلق میکنه، یک زیبایی رو خلق میکنه برای اینکه جاودانه بشه. یعنی به جای اینکه یه بچه دیگه یا یه موجود دیگه رو خلق بکنه، یک اثر رو خلق میکنه، یک اثر زیبا رو. مثلا ببین کمایی که ماهای آدمایی مثل میکلانج، آدمایی مثل گوته، مثل حافظ رو از طریق بچه هاشون که نمیشناسیم که، اصلا اثراشون میشناسیم. یعنی برای من دیوان حافظه که از حافظ مونده و حافظ به واسطه اون دیوانه که اسمش تو حافظ توی مغز من میاد و تکرار میشه و من یاد میگیرم و یک مفهوم حافظ تو ذهن من شکل میگیره، حتی بدون اینکه حافظ رو دیده باشم. یا همینطور راجع به میکلانج یا انواع اقسام شعرا و نویسنده ها و هنرمندایی که وجود داشتن، یعنی با خلق اثرشون میان کاری میکنن که نامیرا بشن، یعنی تلاش میکنن. نمیدونی حالا راجع به این بحث صحبت بکنیم که آیا واقعا نامیرا میشن یا فقط تلاش دارن میکنن که نامیرا شن. ولی یه چیز کوچیک بگم، یه چیز کوچیک الان اومد به ذهنم، داشتین حافظ و اینا رو توصیف میکردین، برای خود من این اتفاق افتاد که انگار اگر آدم های دیگه اوبژن که من خیلی ملموس باشون در ارتباطم، اینا انگار تبدیل به سوژه میشن از یک جایی به بعد. یعنی این نامیراییه، نمیدونم الان دارم خیلی بداهه پردازانه بهش فکر میکنم، فکر میکردم زمانی که حرف میزنین از حافظ یا گوته، داشتم فکر میکردم که چقدر عجیب، اولین بار دارم میتونم که من هیچ وقت به حافظ به عنوان یک انسان به معنی واقعی فقط کلمه نگاه نکردم. برای من ابژه نبوده صرفا که اصلا هیچ عینیتی نداره، برای من یک سوژه بوده انگار، چون یک محتوای کاملا هنری ادبی حالا در هر شاخه‌ای داره. صرفا به ذهنم رسید گفتم مطرحش کنم. آره دیگه ببین، یعنی ما یه موقع هستش که این ژن‌های خودمون رو، این فیزیک خودمون رو منتقل میکنیم و میره، یه موقع هست که ذهنیت خودمون رو منتقل میکنیم میره. یعنی شاید میگم شاید اون چیزی که تو مثلا میگی ابژه و به اینا میگی سوژه، همین تفاوت انتقال ذهن و جسم باشه. یعنی آنهایی که ذهن خودشون رو منتقل میکنن و اونهایی که جسم خودشون رو منتقل میکنن، شاید بگیم که به صورت عموم و همه مردم و به صورت نرمالش رسم بر اینه که همه جسم خودشون رو منتقل بکنن. برای هنرمند اتفاقی که میفته اینه که حالا ممکنه جسم خودش رو منتقل بکنه، اما در کنارش ذهن خودش رو هم داره نامیرا میکنه. اون مخصوصا یه چیزی که راجع به هنرمندا وجود داره اینه که، حالا تو اینو خیلی بهتر میدونی اگه توضیح بدی که خیلی خوب میشه، مثلا یه اعتقادی هستش که انگار کاری که هنرمند میکنه یه اتوبیوگرافی از خودشه. یعنی کاری که هنرمندا میکنن یه جورایی خیلی به خودشون مربوط میشه. حالا اینو اگر که حتی میخوای توضیح بدی هم که خیلی خوشحال میشم، یه چیزی هست بگی برام. آره من جرئت نمیکنم از طرف جامعه هنرمندی حرف بزنم، چون من نه میتونم نمایندهشون باشم نه میتونم بدونم که حتما منو پذیرفتن یا نه، ولی از طرف خودم. آره نه میدونم، ولی سعی کنم فقط از طرف خودم حرف بزنم.
حالا اونایی که با من شاید هم عقیده باشن اون وقت پاسخشون رو شاید بتونم بگیرم. من تو بخش میتونم تفکیکش کنم به بازیگری و نوشتن و بگم که خب بازیگری آخه یک مؤلفه هایی داره، یه ذره متفاوت، یه ذره جهانش حتما از خودت میذاری، ولی اون چیزی که میذاری رو من نمیتونم بهش بگم آیا میتونه توی فضای اتوبیوگرافیت قرار بگیره یا نه. در واقع یک سری احساسات، یک سری عواطف، یک چیزهایی رو داری از خودت میاری که حافظه عاطفی یه وقتایی، حافظه حتی عضلانی جسمانی یه وقتایی. اما مشخصا برای خودم در نوشتن چیزی که خیلی وجود داشته این بوده که حتی یه جاهایی که فکر نمی کردم دارم چیزی از خودم میارم و دارم قصه رو نویسم، خیلی خیلی سریع خودم و بعد یک دو بار خوندن گیر انداختم که این بخش ها کاملا از درون من اومده. برای همین من خیلی موافقم راستش، من باید برای من اینطوری هست. و ببین این همون راه جاودانه شدن دیگه، یعنی جاودانه کردن ذهنیت هست. بله بله به نظرم درست. هنرمندا میگم بعضی ممکنه در کنار تولید مثل یا بدون تولید مثل اینو انتخاب بکنن. بله. فقط یه چیزی اون موقعی گفتم که اگه یادت باشه که این دوره زایایی ما یعنی یک دوره رو در طول عمرمون داره، مشخصا مساوی با طول عمرمون نیستش. اینو از این بابت گفتم که حالا میخوام بگم ارتباط هنر شاید بشه گفت چقدر با تولید مثل زیاده. یه تحقیقی اومدن توی انگلستان انجام دادن، 14 سال یه عده آدمای بالای 50 سال رو پیگیری کردن، بعد تعدادی از اینها درگیر فعالیت های هنری بودن، حتی کار خلاق هم نمی کردن، به نحوی درگیر کار خلاقه بودن، حالا یا خودشون یه چیزی رو خلق می کردن یا اصلا فقط تماس داشتن با کار خلاقی. خب دیدن که کسانی که با کارهای خلاق، کارهای هنری میتونم بگم، در تماس بودن عمر بیشتر و قوای شناختی بهتری نسبت به کسایی که با کارهای آرتیستی درگیر نبودن داشتن. حالا میدونی من از پیش خودم چجوری فکر کردم؟ فکر کردم که واقعا شاید به خاطر اینه که خودش رو هنوز زایا میدیده، یعنی به خاطر این بیشتر عمر کرده که میدیده که هنوز داره یه چیزی رو تولید میکنه، یعنی تاریخ مصرف نداره، آهان چیزی رو از دست نداده. یعنی وقتی که درگیر اون زایش هنری شده به اون دوره زایش و باروری خودش ادامه داده، بنابراین انگار که مثلا اون هوش درونی ها، اون فهم درونیش به عنوان یه موجود زنده دیگه نمیگفته که تو باید بری بمیری، دیگه کارتو رو این کاره تموم شده و تو میتونی بمونی. و میخوام بگم یعنی به نظر من چقدر اینجا آرت اومده در کنه، یعنی در ادامه فرتیلیتی قرار گرفته و اصلا انگار که اون دوره رو بیشتر کرده و به همین واسطه طول عمر آدم رو بیشتر کرده. خیلی قشنگ بود برام وقتی که اینو خوندم، خیلی خوشم اومد. یه چیزی بگم الان همینطوری که من اگه زیاد اومدم تو حرفتون حتما بهم بگین، من به وجد میام یه سری دیالوگا و چون قرار بوده گفتگو کنیم به خودم اجازه میدم کمی بیشتر بیام تو بحث. برای من یه سری آرتیستا مثل، حالا من یه ذره الان ببخشید اگر مخاطبی، من سلیقه شخصی رو دارم حاکم میکنم، فقط مثال میخوام بزنم. مثلا آدمی مثل وودی آلن به عنوان یک فیلمساز که صاحب فکر دیگه کاملا برای من، حتی این آدم برای من عجیبه که چطور تاریخ مصرفش، سنش خیلی زیاده ولی هنوز من هر اثری از این آدم میبینم. حالا آقای اسکورسیزی هم سنش زیاده، یه ذره آدم فنی تر نابغه یه در زمین سینما، اما من میگم وودی آلن چطور ذهنش هنوز داره طوری کار میکنه، طوری با روانشناسی پیوند برقرار میکنه، سهمی رو ادا میکنه در هر اثرش که به طرز عجیبی برای منی که نسلها فاصله دارم و مخاطبش هم هنوز به روز بچه، یعنی انگار این آدم پیر به معنی معمولش نمیشه، ذهنه داره خودش رو آپدیت میکنه و پی انگار اکسیر جوونی میخوره و برای من خیلی جالب بود همیشه این. یعنی ببین تا وقتی که خلق میکنه در سن باروری قرار داره،
هرچند که بیولوژیکلی از نظر مثلا قدرت جنسی ممکنه که دیگه اون توانمندی رو نداشته باشه، یا سلولایی که میاد تقسیم میکنه به عنوان سلول جنسی ممکنه اون کیفیت رو نداشته باشه، ولی به صورت دیگری این راه رو ادامه داده، که اون راه میگم ادامه دادن ذهنش بوده، تولید ذهنی بوده به جای تولید مثل. یه چیزی بگم جالبه، حالا داشتم فکر میکردم که حتی هنر، یعنی آدمایی که اشتغال یا علاقه دارن به آرت یا اشتغال دارن به آرت، برای من جالب اینه که حتی تو زن نمیتونم بگم این عمومیه، فقط دارم الان یه پیشنهاده، حالا شما هم نظرتون، احساس میکنم انگار در زمین های جنسی هم خلاقیتشون رو باز میخوان فعال کنن، یعنی براشون اون امر هم اگر دقت کنین در آثار نویسنده های بسیار زیادی، در آثار فیلمساز های بسیار زیادی، حالا البته بحث خطرناک خیلی نمیشه دقیق وارد شد، ولی نمیخوام انگار... نه خیلی کلی داریم ازش حرف میزنیم، میگیم انگار اون بخش هم براشون هنوز اون زایایه تو اون هم وجود داره، راجبش حرف میزنن یا فانتزی سازی میکنن، حالا خیلی نمیخوام وارد بحث بشم، ولی میخوام بگم اون بخش هم داره. با هم این میشه رفت راجبش هم یه جستجویی کرد و ببینیم چه کارهای شده و به چه نتیجه هایی رسیدن، یعنی واقعا شاید کار کرده باشن یه چیز در اون که میتونه آدم بره مثلا بگرده ببینه واقعا چی کار کردن تا الان دربارش. آره موافقی که یه ذره حالا دیگه متمرکز بشیم روی هنرمند؟ ما از یه چیزایی حرف میزنیم که مثلا الان که بحث میکنیم به ذهن من میاد، میگیم خودخواهی هنرمند آیا چقدر این که امریه که خب وجود داره، ولی میخوایم بدونیم که تعریفش چیه یا چقدر مفیده یا نیست، نمیدونم، البته که نمیشه انقدر بحث رو سیاه و سفید کرد، اما شاید مثلا خیلی از هنرمندها اگر یک وقتای قاعده های عرف معمول عرف اجتماعی رو مثلا مثل خانواده به جا نمیارن، ولی انرژیشون رو میذاره برای همون مثلا خلق اثر، انگار نامیراییه رو جدیتر تو اون مسیر میبینه. هنرمند چقدر نمیدونم، بر خودم سواله، حالا اگر سوالم پراکنده نشون کنم، میگم هنرمند چقدر درگیر این هست که به نامیرایی و صرفا خلق فکر بکنه برای وجود داشتن، یا اینکه چقدر واقعا در عین داشتن این میتونه تو لحظه‌ش هم زندگی بکنه، یعنی زیست معمولش هم داشته باشه. بیشتر بر خودم هم سواله، موافقی از اینجا یه ذره وارد بحث بشی؟ من معراج به اون قسمت حالا یه خورده، چون چند تا سوال به نظرم اومد که هی تو دل هم بود اینایی که الان گفتی، من از قسمت اول چیزی که گفتی شروع میکنم تا اینکه بیایم برسیم به این آخر صحبتت. ببین چون خودخواهی شروع کردی، رو خودخواهی شروع میکنم، ببین تا جایی که من میدونم اطلاعاتم هستش، اینم بگم در ذهن من یه سری چیزا رو میدونم که تو مقاله ها خوندم که اشاره میکنم، میگم که فلان چیز رو دیدم اینجا نوشته، کاری بوده، مقاله بوده، یه سری چیزا هم هستش که ممکنه نظر شخصی خودم باشه، حداقل تا جایی که من میدونم ممکنه آدم های دیگه هم بهش فکر کرده باشن و یه چیزایی گفته باشن، من نخوندم جایی، اینا رو میگم که نظر شخصی منه، یعنی بر مبنای یافته ای نیست، فقط فکر میکنم. اما راجع به خودخواهی، ببین مسئله اینجاست که کلن حیات خودخواهه، یعنی از وقتی که ما ژنو داریم که توی داستان سلفیش ژن هستش که ژنه داره این کارو میکنه، ژن خودخواهه، حیات خودخواهه. پس ببین خودخواهی بخشی از انسانه، بخشی از پستان داره، بخشی از موجود زنده است. حالا اصلا نمیخوام ارزشی بهش نگاه کنم که بگم که خودخواهی خوبه یا خودخواهی بده، خودخواهی یه چیزیه که هست، هنرمندم خودخواهی داره، اونی که خلاقیت ندارم خودخواهی داره، پیشیمونم خودخواهی داره اصلا. خب من فکر میکنم شاید اگر که بخوام به اون چیزی که گفتی اشاره بکنم اینه که بهترین راه خودخواه بودن چیه، یعنی واقعا برای اون هنرمنده اگر که میخواد یه زایش هنری داشته باشه بهترین راه خودخواه بودن چیه؟ آیا این عزلت گزینی، این پناه بردن به جهان درونی بهترین راه خودخواهیه؟ اصلا نمیخوام در مذمت خودخواهی چیزی بگم و خودخواهی خوب، البته هر چی از الان به بعد بگیم در دادگاه بر علیه همون استفاده میشه و پوستمون از لحظه بعد میکنن، ما حتما یه جایی
کامنت ها رو باز میکنیم، قول میدم و حتما. با هم بحث رو ادامه میدیم، ولی به خدا اینا نظر ماست فعلا. بله ببین، من میگم که اصلا خودخواهی بد نیست، هنرمند خودخواه باشه چقدر هم خوب، بخاطر اینکه وقتی که خودخواهه داره تلاش میکنه که بمونه. داستان اینجاست که بهترین راه چیه؟ آیا اون راهی که گوشه‌گیریه، اون راهی که فقط فرو رفتن به جهان درونیه، فقط پرداختن به اون اثره بهترین راهه، یا راهی که همراه با تجربه کردنه، راهی که همراه با مشاهده کردن جهانه میتونه راه خوبی باشه یا راه مناسب تری باشه حداقل؟ خیلی 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 این نقطه مهمیه تو بس برای من شخصا، چون من خودم بین این دوتا خیلی گیر میکنم، با خیلی گیر میکنم. یه تایمی فکر میکنم که باید برم در دنیا رو ببندم رو خودم، خودم حبس کنم، یه گوشه بشنم، یه کاری بکنم، و همون موقع افراطی شد پرداش بکنم به اینکه من باید برم تجربه کنم و خودم بزنم به در و دیوار. این خیلی نقطه جالبه برای گروه بس، واقعا بریم توش، خیلی جالب. ببین اولا حالا سوای انواع و اقسام حالتهای خلقی که ممکنه باعث این نوسان بشه که ما یه موقعهایی بریم بخوایم خیلی بیرون باشیم یا یه موقعهایی بخوایم در رو خودمون ببندیم، خب وقت خودمون با خودمون تجربه بکنیم، که به هر حال یه بالا و پایین رفتن مود و همه ما آدم ها تو زندگیمون تجربه میکنیم. حالا بعضیا بیشتر تجربه میکنن، بعضیا کمتر، ولی حتی گفته میشه که این حالت سینوسی که یک چیز طبیعی داره جزء بیولوژیشه یا جزء اصلا طبیعتشه، چون هر آن چیزی که در طبیعت هست بالا پایین میره، مثل ماه که قرص ماه میشه و هلال میشه، مثل دریا که جزر و مد میشه، مثل ما که گاهی افسرده میشیم گاهی خوشحال میشیم، مثل فصلا که بهار میشه تابستون پاییز زمستون میشه، یعنی و دوباره بهار میشه، یعنی این بالا و پایین رفتنه که اصلا کلا بخشی از طبیعت هست. اما داستان اینجاست که وقتی که آیا اصلا همیشه باید پایین بود؟ میدونی؟ یعنی به قول تو در و بند، یعنی میگی خودتو تجربتو به عنوان هنرمند میگی همیشه باید بریم تو اتاق در رو ببندیم و فکر کنیم که در درون من داره چه اتفاقی میفته، یا مثلا سالها باید بمونم توی اتاق، یا اینکه نه باید بیام بیرون ببینم، مشاهده کنم، تجربه کنم و بعد برم تو اتاق در رو ببندم. یعنی اینا میتونین مثل یه دوره های زمانی دنبال هم اگر که بیاد، مثل یه حالت موجی داشته باشه که در پی هم بیاد، شاید این نظر منه، من نمیم، ولی به این صورت احیانا اثر بخشتر. یعنی حتی اگر که نگاه کنیم به ساختار مغزمون، من یه سری عدد و رقمم در آورده بودم. ببین کورتکس مغز ما که اون قسمتی از مغز ماست که حالا ما رو از خیلی از پستانداران دیگه هم حتی متمایز میکنه، انقدر که بخشهاش به مشاهده، احساس کردن و درک بیرون جهان بیرون اختصاص داره، به فکر کردن یا تصمیم گرفتن یا قضاوت کردن اختصاص نداره. یعنی ببین یه چیزی حدود 30 تا 50% کورتکس مغز ما به دیدن اختصاص پیدا میکنه. یعنی این همه کاری که مغز ما انجام میده تقریبا 30 تا 50% در فرآیند دیدن یا ویژن دخیله. حالا تو آمارهای مختلف بین 30 تا 50% بگیم. یه چیزی یه چند درصدی، البته درصد خیلی بالایی نیست، یه درصدی هم به 8% به لمس کردن اختصاص، درگیر لمس کردن میشه، لامسه میشه، و حدود 3% هم به شنیدن رفت پیدا میکنه. خب حالا ما مثلا تمام ابزارهای دریافتی ما از جهان بیرون در، پس چقدر درصد اینا در مجموع میره بالا و عدد بالایی رو داره؟
مثلا تازه حالا من حرکت هم نمیگم که اصلا چند درصدش فقط به حرکت ربط داره، فقط اون چیزی که هم بیرون داریم میگیریم. در مقابل اون بخشی از مغز ما که به اون فکر کردنه یا تصمیم گیری و قضاوت مربوط میشه، حالا اینا همش یه خورده هایی داره که زیاد مهم نیست بخوام این خوردهش رو بگم، ولی حدود 4 تا 8 درصده. یعنی تو فکر کن من بیشتر، یعنی بخش زیادی از مغز من برای این تبیه شده که مشاهده کنه جهانو. خیلی رقم بالاییه، میدونیم بالای 50%. یعنی بالا به عنوان یه موجود زنده، به عنوان یه پستاندار اینجوری تعبیه شدم که جهان رو مشاهده کنم، جهان رو احساس کنم، و حالا با اون حرکتایی که میتونم بکنم در مقابل این چیزایی که مشاهده میکنم یا احساس میکنم، یک حرکتهایی رو از خودم نشون بدم. یه بخش خیلی کوچیکی توی این قسمت لوب فرونتال ما هست که کورتکس پیش پیشانی هست که این به فعالیت های خیلی عالی تر که حالا تصمیم گیریه یا تفکر نقادانه و اینجور چیز هاست اختصاص پیدا کرده. قضاوت هم خیلی کلید برده مهمیه توی بحث از هنر. من فکر میکنم که یادشکن بهش برسیم از من. قضاوت هم خودش بحث مهمیه. ببین و جالب اینجاست که مثلا ما بدون این فعالیت این قسمت پیش پیشانی میتونیم زنده بمونیم، یعنی حیاتی هم نیست. بله در سطح اگر اشتباه نکنم اونقدر که من میدونم در سطح حیات نباتی هم حتی میشود به حیات ادامه داد با اعمال ساقه مغزی، حتی صرفا یعنی حتی اگر نخواهیم خیلی یعنی بدویش رو هم ببینیم که اونطوری هم میشود به حیات ادامه داد. ولی حتی میخوام بگم در حد دیدن و 4 تا کلمه حرف زدن و یه سری کارهای ساده کردن، اومدن دیدن که کسانی که این بخش از کورتکسشون آسیب میبینه یا حتی ممکنه یه موقعی در سر بالا رفتن سن این فعالیتش کم بشه، ولی میبینی که اون آدم زنده است. بله زنده است. آره. حتی زنده است، حتی حرف میزنه، میشنوه، میبینه و لذت میبره. یه غذای خوشمزه میخوره، کیفش رو میبره. میدونی یه چیزی میبینه، لبخند میزنه. ولی دیگه قوه نقد و قضاوت مثل قبل نداره. ببین نمیخوام بگم که 100% غیر ضروریه ها، اما میخوام بگم ما خودمونو لنگ این کردیم و وابسته به این کردیم، مخصوصا وقتی که یه مقدار وارد فعالیت های روشنفکرانه تر، انتلیکتوال توالانه تر میشیم. مثلا وقتی که آدم ها بیشتر انتلیکتوال میشن، فکر میکنن ذهنشون بیشتر باید قضاوت بکنه. یعنی یه جورایی انتلیکتوال بودن با قضاوت کردن انگار اومده، اوورلپ زیادی پیدا کرده. آره من میخوام بگم دقیقا در راستای این بحثه، من هی خود دارم خودم وام میگیرم برای اینکه من شاید یه مصداقم الان اینجا میشود از هم یه استفاده کرد ابزاری، انگار که یه تفکر یه وقتایی حالا به آدم های شبیه به من داده میشه که خیلی قایت انگارانه و خیلی داریم با یک افق دورتری نگاه میکنیم که اصلا بحث حالا نامیرایی دوباره داره شاید میشه که این با خودش قضاوت کردن رو میاره و خیلی چیزهای دیگه که حتی یک وقتایی از مشاهده و درک جهان تا تأثیر پذیرفتن و تا انعطاف نشون دادن رو در من شخصا دوچار یه ذره خدشه میکنه. یعنی خیلی وقتا انگار لحظه رو دارم قربانی میکنم برای یک چیزی در یک افق جلوتری. البته بگم شاید برای من این بحث جالبه بخاطر اینکه من این مدتی رو خودم شروع کردم بهار به یه ذره کنار گذاشتن اصلاح این شرایط، یعنی در عین اینکه نگاه دارم به یک افقی، میخوام که به خودم یاد بدم که زندگی این لحظه هست که الان من و تو داریم با هم حرف میزنیم و 126 نفر هم الان شاهد بحث ما و یه جورایی دارن با هم مشارکت میکنن. دریافت کردن، درک کردن و فهمیدن این لحظه هم خیلی مهمه. چیزی که یه کمی من بین اطرافیان خودم هم دیدم، ما خیلی نگران یک آینده که طبیعیه ها، من نمیگم اصلا طبیعی نیست این نگرانیه یا
هدف گذاری براش مهم نیست، که اتفاقا خیلی مهمه، آثار بزرگی در جهان اصلا همینطوری پدید آورده، اما چقدر از این حیات واقعی اون نامیراییه چقدر ما رو از این حیات ملموسه، آیا هنرمنده رو داره یه کمی جدا میکنه یا نه، نمیدونم. حالا برام ادامه بحث. دارم فکر میکنم به چیزایی که گفتی، میدونی حالا سعی میکنم که در ارتباط با این چیزی که گفتی حرف بزنم، امیدوارم بتونم. اگه یه موقع دیدی که خیلی دارم پرت و پلا میگم، یه یادآوری به هم بکن، بگو دوباره بیا تو بحث. در مورد اون نگرانیه، دغدغه، نگرانی که داری راجع به آینده میگی، حالا اگر که اینو بیاریم توی خانواده کلی نگرانی رو، یعنی توی خانواده ترس ها بخوایم بررسی کنیم، که خب ترس، بله، همه انسان ها میترسن، خیلی هم موجودات هستن، موجودات زنده میترسن، ترس یک هیجانی هست که یه جایی توی مغز ما داره ترس رو تولید میکنه. یعنی اصلا اون حیوانی که نترسه یه جایی تو مغزش کار نمیکنه. ما باید باید نگران باشیم، پس چیز بدی نیست. ببینید مسئله اینجاست که این ترس به جای اینکه در دست من یک ابزاری باشه که به من کمک بکنه که از خودم محافظت بکنم، چون مثلا ببین اگه ما انسان ها نمی ترسیدیم شاید هنوز هم مثلا توی غار کردیم، ولی خب چون حالا احیانا غار سرد بوده یا موجودات وحشی مثلا حمله می کردن توش یا هزار و یک اتفاق دیگه می افتاده، من هی اومدم جای محفوظ تر و بهتری برای خودم درست کردم. خب پس ترسیدن کلا چیز بدی نیست و حتی به من کمک میکنه. ببین ترس میتونه ابزاری در دست من باشه، ولی یه موقع اون نگرانیه، من فکر میکنم اینی که تو میگی که ناخوشایند میشه یا ممکنه دیگه پاسخگو نباشه، اینه که من برده اون ترسه میشم. یعنی به جای که ترس یه ابزار در دست من باشه، من میشم یه برده برای اون ترسه، بعد اون ترس به من شلاق میزنه و به من دستور میده که این کارو کن اون کارو کن. من فکر میکنم که این دوتا رو مثلا حتی برای هنرمندم اگر که بیایم از هم جدا بکنیم خیلی خوبه. یعنی برای یک هنرمند آیا ترس یک نگرانی، نگرانی میرا بودن و این میل به نامیرا بودن، آیا ابزاریه در دستش یا اینکه نه یه اربابی شده که داره شلاقش میزنه؟ برای من قابل جواب دادن برای شخص من نیست. یعنی تو خودم حتی بهش فکر میکنم، الان دقیقا تو لحظه دارم بهش فکر میکنم، احساس میکنم انگار نمیتونم الان تفکیکش کنم که واقعا کدومه برای من هر. واقعا شاید تفکیکش هم اصلا با یک خط خیلی مشکل باشه، یا بله یا نه جواب بدیم. اما ببینید منظور من اینه که بیایم از هیجاناتمون به عنوان ابزارهایی استفاده بکنیم، نه به عنوان مثلا یه لولوایی که دارن ما رو میترسونن. این ابزار یه چیزی مال منه، یه چیزی توی منه، میتونم بیام ازش استفاده بکنم، میتونم یه کاری بکنم که به من کمک بکنه. حتی ترس میتونه، ببین میخوام بگم اگه به عنوان یه ابزار بخوام بهش نگاه بکنم، اینطوری نگاه میکنم که ترس میتونه باعث بشه که من بیشتر نگاه بکنم، ترس میتونه باعث بشه که من بهتر نگاه بکنم، با دقت بیشتری نگاه بکنم، بهتر بشنوم، گوشم رو بیشتر تیز بکنم. حالا وقتی همه این اتفاقا میفته، چه اتفاقی میفته؟ اون حضور در لحظه میشه که تو میگی، که مثل حالت مایندفولنسه. یعنی وقتی که من بیشتر نگاه میکنم، با دقت‌تر دارم گوش میکنم، رنگا رو به خاطرم میسپرم، میدونی؟ این چیزایی که و کیفیت لحظه‌ام رو من دارم ارتقا میدم. ببین پس ترس میتونه یه ابزاری باشه که من کیفیت لحظه‌ام رو بالا ببرم، به جای اینکه لحظه حال رو از دست بدم برای یه آینده‌ای که نمیدونم اصلا میاد نمیاد، چه جوری قراره بیاد، اصلا اگه قراره بیاد چه فاکتورهایی به جز شخص من در فرا رسیدن اون آینده دخیله. درسته، خیلی خیلی به نظرم اپروچ و روی کرده جالبی. یه سوال بپرسم بفهم. الان در راسته عنوان بحثم، الان برام سوال شد که
از نامیرایی حرف زدیم، از نگاه هنرمند، از دغدغه زمان حال حاضرش، زندگی در زیست فعلیش و کیفیتش و نگاهش به آینده. حالا میخوام بدونم اگر من این نامیراییه رو دارم ارجح میدونم و دپوش میکنم در اثرم، در واقع محلیه که همه چیز رو میخوام توش فرود بیارم، آیا یه جورایی دارم مخاطب رو به خودم ارجحیت میدم چون مصرف کننده اون اثر انگار، یعنی اودینسشه، یا نه دارم خودم رو ارضا میکنم و میدم به مخاطب، یا هر دو؟ شاید ببین این جواب به این سوال اینجوری که تو پرسیدی حتی راستش رو بخوام غلط پرسیدم، اگر جور دیگه یا میپرسیدی که جواب بله یا نه نداشت، در سطح سواد و اطلاعات من نیست که بخوام بگم مثلا هنرمند آیا داره این کارو میکنه یا اون کارو میکنه. خب چون همونجوری که همونطور که تو از هنرمندا و اونایی که هنوز ما کامنتاشون رو ندیدیم میترسی، منم میترسم. آره میفهم، جرأت ندارم برای اینکه واقعا میفهم. و ببین چون یه مسئله که اطلاعاتم ندارم، از این چیزایی که نظر شخصی من جرأت نمیکنم بگم، من میخوام به حد یک سوال نگهش دارم، چیزی که میتونیم ولی راجع بریم بخونیم، شاید توی بحث دیگه آره استفاده کنیم. آره خودمون حرف بزنیم بعد که جرأتش رو پیدا کردیم دوباره میایم بعد یه لایوت که میذاریم. موافقی یه ذره با توجه به زمانمون اگر چیز خاصی نیست که بخوای خودت اشاره بکنی، من دوست دارم به یه بحث دیگه هم برسیم و اون این رویکرد جدیدیه که جامعه، حالا میشه گفت یه ذره شاید بدنه جوانتر جوامع جهان اما نه الزام، و به تبع هنرمندا در شرایط فعلی واکنشی که نسبت فضای مجازی پیدا کردن، یعنی از آدم هایی که مثلا همین فستیوالی که بچه ها را انداختن به سری کانکشن که اومدی امکان رو معرفی کرد که اجراها رو لایف ببینیم، گفتگوی لایف ببینیم، تا کنسرت های بزرگ و شاخصی که داره در فضای مجازی رایگان برای مردم اجرا میشه، تا خیلی خیلی ایونت ها، تئاترایی که داره اجرا میشه، فیلم هایی که رایگان شده، یا همه چیز. یکی این سایدی که هنرمندا دارن که انگار خیلی سریع خودشون رو منطبق کردن با شرایط فعلی جهان، که خود اینم هم فکر میکنم بعد این دوران کرونا انگار یک حرکتی رو به جلو خودش خواهد، یعنی تکنولوژی داره که جهش خیلی عجیبی میکنه و ما به سرعت ظرف یک ماه مواجه شدیم با جهانی که میتونه فستیوال‌ها و رویدادهاش رو تو خونه آدم‌ها برگزار کنه ولی یه ایونت جهانی باشه. یکی این، دو این که مردم هم شروع کردن، انگار هنرمندان و مردم بیشتر استفاده کردن از فضای مجازی. اگر قبلتر هم این میل به استفاده میخواست نامیرایی رو در اونها ارضا بکنه، انگار این الان یه سرعت بیشتری گرفت. من یه اثری از خودم در فضای مجازی باقی میذارم، نامیرایی خودم رو دارم یه ذره انگار پیش میبرم. موافقی یه ذره می بچه تکنولوژی هم حرف بزنیم؟ اتفاق آره، جهان مثلا خب یه چیزی که داری میبینی اینه که الان مثلا بعد از این داستان کرونا مثلا ما چقدر ویدئو میبینیم از آدمایی که یه چیزی رو دارن ضبط میکنن و میگن یه چیزی رو میگن، حالا مثلا ممکنه اون یه چیز، یه اطلاعاتی باشه که به من میدن، ممکنه یه هشداری دارن میدن، یه خبر جدیدی رو دارن میدن، ولی خب خیلی دارن این کار میکنن، این چون دور بریاشون رو نمیتونن ببینن، چون دیگه مهمونی نمیره که مثلا تو مهمونی یهو به 30 نفر آدم بگه که راستی بچه شنیدین اینجوری شده یا فلان اتفاق افتاده، ویدیو رو ضبط میکنه. پنجالب اینجاست که به جایی که به اون 30 نفر که تو مهمونی باشن بگه، مثلا میاد یهو به 3000 نفر میگه. من که خیلی بیشتر تعداد کسایی که در معرض اون اطلاعات قرار میگیرن دیگه. خیلی هم واقعا یعنی با یه نیت انسان دوستانه هستن این کارو میکنن، یعنی نمیدونم واقعا ما چقدر میتونیم تفکیک کنیم بین این که این میل یک به یه بقاست که خیلی ها این کار رو میکنن، یا اینکه یه نیت انسان دوستانه است، یا اینکه چون میترسن میخوان یه ارتباط برقرار کنن، یعنی دقیقا چون تنهاست تو خونه و ترسیده و تنهاییش رو دوست نداره، میخواد یه جوری از طریق این ویدئو و
اون حرفایی که داره میزنه میخواد ارتباط برقرار کنه. شب مثل خود من که الان دارم این کار میکنم، این من هم که الان دارم صحبت میکنم، طبیعتا همین اتفاق داره برام میفته. مثلا تو فکر کنم اگه کرونا نبود شاید الان یه کارگاه هم داشتم، یه سری آدم ها رو میدیدم، شاید تعداد آدم هایی که اصلا توی این دو ماه گذشته دیدم خیلی بیشتر بوده. ندیدن همونام خیلی باعث شده میل منو به این که بیام توی این برنامه شرکت کنم و اصلا استقبال کنم. یعنی مثلا وقتی فایبرز من میگه که میای اینو میگی، من میگم آره من حتما میام. میگم برای من همینطور بوده دقیقا و من دارم فکر کنم ممکنه که این لازم باشه یه ترسی هم به ما القا کنه که شاید تو جهان بعد کرونا ما این ابزاری که کشف کردیم بیشتر تعقیبمون بکنه. نمیدونم انیمیشن والی رو دیدی که حدود مثلا چند سال پیش ساخته شد؟ والی جهان آینده رو داره یه جوری توصیف میکنه که یه سری آدمه خیلی چاق با مونیتورهای مقابلشون نشستن. آره و دیگه هیچ کاری نمیکنن، یعنی حتی یک جایی که باید منوئل داشته باشن، یعنی از روی منوئل یه کاری رو دستی انجام بدن، طرف حتی نمیدونه منوئل یعنی چی و اینو فقط میگه و فکر میکنه که خب باید این الان انجام بشه دیگه طبیعتا، اما اینطور نیست. میخوام بگم کنار اتفاقات جهش و رشته، برای من همیشه تکنولوژی ترسرم یه ذره داشته. نکنه در جهان بعد کرونا من به این بسنده کنم که اینجا تو دفتر بشینم و با تو یه مکالمه کنم و خب 130 خورده نفرم آدم ببینن. هم وجه جالبی داره این، هم برای من الان یه لحظه ترسی هم تو خودش داره. نمیدونم چی فکر میکنی؟ برای اصلا من این قرار باشه که اینقدر بخواد تغییر به وجود بیاد، یعنی مثلا چون به هر حال ما حضور در جمع همون، ببین آخه اون حضور در جمع اصلا ما بوای همو متوجه میشیم وقتی که توی جمعیم، میدونی؟ فقط این که مثلا همو ببینیم نیست. بعد این هم فراموش نکن که این چیزی که الان من و تو داریم از هم دیگه میبینیم، ایمیج ماست که داریم میبینیم، ما خودمون رو نمیبینیم. یعنی اصلا شاید یکی از مثلا برای چیزی مثل تئاتر، فرق تئاتر و سینما این باشه که من تو سینما دارم ایمیج میبینم، ولی توی تئاتر دارم خود بازیگر رو میبینم، ایمیجش رو نمیبینم. حتی عطری که اون بازیگر زده به خودش، اگر من تو ردیف اول تماشاگر باشم حسش میکنم. من خودم همیشه قبل اینکه برم رو صحنه، اگر به کار اختلالی وارد نکنه بر طبق من باید الان قطع کنم لایومونو بهار، به خاطر اینکه سیو نمیشه و دیگه یک ساعت تموم شه، من قطع میکنم بچه ها و به سرعت برمیگردم. اومدیم بخاطر یه نکته ای که صداتون گویا، دوست دارم بچه ها یه ذره بلندتر باشه یه کمی اگر که میشه، متشکرم. خب من خواستم بگم که من خودم به عنوان بازیگر این نکته رو بگم، من دیگه کامنت ها رو برجا نمیبندم، میخوام که آدم ها سوالاشون رو بپرسن از ما از این لحظه دو و دوست داریم که تو حواست به سوالا باشه، چون که من یه خورده سوالا برام مشکل. نه شما راحت باشین. آره. من داشتم فهم کنم که خودم به عنوان بازیگر وقتی میرم رو صحنه، اگر اختلالی در اجرای اون کار وارد نکنه، من اتفاقا شاید یه عطری هم بزنم اگر به فضای اون کار جنسش ضربه نزن. و من خودم وقتی در یک تئاتر مواجهه رو در رو دارم، آره برام خیلی جالبه، ولی خب جالبه دیگه، جهانه داره دو تا بود مختلف پیدا میکنه دیگه. کاملا ما انگار یه جهش مثلا چند ساله کردیم به جلو برای تکنولوژی در زمینه، یعنی شاید اگر کرونایی نبود یه ذره دیرتر این اتفاق با یه سرعت کمتر میافتاد، ولی الان خیلی زیاد جهان آنلاین و مجازی داره شکل میگیره. فراموش نکن که سرعت این جهش تکنولوژیک با جهش بیولوژیک ما همخوانی نداره. یعنی مثلا نظر بیولوژیکی من هنوز اون آدم بهمن ماه هم، آدم دی ماه هم، من که ژنام که تغییر نکرده که، میدونی؟ از نظر تکنولوژیک جهشی به وجود اومده و حالا این دیگه نظر شخصی منه واقعا، ما از کجا مطمئنیم که این جهش های تکنولوژیک برامون خیلی خوبه؟
من شخصا که اصلا مطمئن نیستم حقیقتش. و مخصوصا جهش تکنولوژیکی که اصلا سرعتش با سرعت جهش بیولوژیک من جور در نمیاد. درسته. از کجا معلوم؟ ما نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته. الان هم ناچاریم. یعنی ببین مسلما من فکر میکنم الان ما چون مجبوریم داریم این کارو میکنیم. دوست. یعنی اگر که شرایطش فراهم شه که مجبور نباشیم بعید میدونم. ببین حالا اصلا ما مباحث اقتصادیش کاری ندارم ها، که کنسرت های لایف نمیدونم انواع اقسام اجراهای لایف خب چه کسب درآمدی میخواد داشته باشه برای کسایی که درگیر اینن، مگه اینکه حالا یه مثلا خود تکنولوژی کاری بکنه که بیاد. ولی از نظر اون بوه چی میشه، اون گرمای حضور کس دیگه چی میشه؟ اصلا بکن که الان این نور از اینجا داره به صورت من میخواد. این نور داره از اینجا میخوره، ولی شاید اگر که من و تو الان در حضور هم بودیم و با هم دیگه صحبت میکردیم، تو مثلا میومدی یه طرف دیگه میشستی. درسته. من یه سری سوال اومده برای اینکه بحث رو ادامه بدیم. آقای بهزاد گفتن از کجا معلومه که بده، که قطعا که ما که اصلا راجع به هیچ چیزی نمیتونیم بگیم، به نظر من بده، نمیتونیم بگیم خوبه کلا و نمیتونیم پیش بینی داشته باشیم. من همه تلاشم تو بحث این بود که اون بخشی که قرار من هدایت بکنم بریم سمت این که من نمیدونم بده یا خوبه، من میتونم فقط بگم سوال دارم. کجا بدونیم خوبه؟ آره، و چی برای ما خوبه؟ باز یه دوست دیگه پرسیدن. خب با قطعا که منم نمیدونم، ما داریم راجبش بحث میکنیم، الزاما نه ایجابیه بحثمون نه سلبیه، داریم راجبش توصیفیه، در واقع داریم طرح موضوع میکنیم و راجبش حرف میزنیم. اما یه سوال دیگه ای هست، میگه که نظرتون راجبه کم میراتر شدن اثر هنری. حالا کم میراتر شدن که یه ذره ترکیب عجیبه، میتونیم بگیم میرایی شدن، شاید نمیدونم دست دادن نامیرایی تا حدی به واسطه آرشیو تکنولوژیک مدرن چیه؟ خب این سوال واقعا بعدی نیست، جالبه بر من، چون من خودم میدونی از یه وجه دیگه به این سوال که فکر میکنم بهار، به این فکر میکنم که مثلا وقتی که من 13-14 سالم بود یه برنامه سینما 4 پخش میشد از شبکه 4 که تازه تأسیس شده بود، که الان سنم هم قشنگ دو رفت چقدر زیاده نسبتا و من اینقدر اطلاعات نداشتم اطرافم که اینو در واقع رو هوا میزدم و میشستم نوت برمیداشتم و دیدن یه فیلم یا یه موزیک پیدا کرده شد خیلی برام مهم بود و ارزشش خیلی عجیب میشد. الان ما تو دوران کوران اطلاعاتی در جهان فعلی که تو این دوره کرونا تو این یه ماه به اوج رسیده، واقعا نمیدونم ممکنه که این تکثیر رو تولید ببره بالا یا حالا اگرم نبره کیفیت رو بیاره پایین، یا نمیدونم به قول ایشون شاید میراش کنه چون زیادش کنه، آیا ممکنه تکثیر ارزش رو کمتر کنه؟ سواله برای منم سواله. مشخصا من نظر خودم راجع به دوره کرونا بگم. ببین ما الان چون توشیم زیاد چیزی راجع بهش نمیتونیم بگیم به خاطر اینکه اشراف بهش ندارم دیگه. یعنی برای اینکه بتونیم راجبش حرف بزنیم باید از توش بیایم بیرون. واقعا الان هر چیزی که بخوایم بگیم یا همینطوری حالا بر حسب سلیقه و میلمون یه چیزی گفتیم، ولی چه میدونیم؟ آخه ببین به یه عالمه فاکتور رفت داره، بستگی داره که زمانش چقدر طول بکشه. مسلما اگه 2 ماه دیگه بخواد تموم شه با اینکه 20 سال دیگه بخواد تموم شه خیلی فرق میکنه، میدونی؟ آره بسته. خود این هم گزاره عجیبیه ها، این که ما پیشبینی نداریم که دقیقا واقعا کی قراره تموم شه، چه اتفاق قراره بیفته. سلام طلام متزدی، واکسن براش به وجود میاد یا واکسن براش به وجود نمیاد؟ ببینید یه خیلی آره. فاکتور هست که باید تموم بشه. ما ببینیم فاکتورهایی که این رو اثر کرده چیا بوده، حالا داستان رو تحلیل بکنیم. الان که یه سوالی اومده که نمیدونم، من اصلا نمیفهمم، میگه آیا میل به نامیرایی نمیتونه خودش یک حس انسان دوستانه هم باشه؟ آها، یعنی شاید از این منظر که خلق یک اثر
که دوام و بقا داشته باشه برای یک گروهی از مخاطبین، خودش از این حس تعلق خاطر آره بیش از اضافه بشه. شما چی فکر میکنین؟ اتفاقا حالا من خیلی این فکر رو میکنم، بخاطر اینکه همیشه فکر میکنم مثلا توی کار ادبی که من خیلی دوست دارم، مثلا مثل رومن رولان که خیلی دوستش داشتم همیشه، و پروست که خیلی خیلی دوست دارم، همیشه فکر میکنم که این آدما چقدر محبت کردن و چقدر مایه گذاشتن. یعنی وقتی فکر میکنم که پروست 8 سال رفته تو اتاق، اگه 8 سال حالا یا 11 سال، ولی رفته تو اتاق فقط نوشته و خودش رو از اون همه لذت محروم کرده به خاطر که البته این لذتی داره میبره ها، ولی این روی صحبتت هم کاملا درست، ولی کاملا درست. مثلا 100 سال بعد یه آدمی مثل بهار صادقی یه موقعی که تنهاست توی یه کشور دیگه بیاد اونو بخونه و با تمام سلولای بدنش لذت ببره. اتفاقا من خیلی با این دوستمون موافقم که بله چرا که نه، میتونه. یا باید مثلا یه آدمی مثل میکلانج کم سختی نکشیده تو خلق آثارش، یعنی بسیار بسیار خود نقاشی کردن سقف کلیسا خیلی آسیب دیده در نظر فیزیکی، خیلی درد کشیده که این کار کرده، ولی اومده این کار رو کرده و من الان من کیفش رو میبرم. من وقتی که رومانه رو میخونم من لذت دارم میبرم. بله خیلی، یعنی به نظر من که واقعا این دیگه نظر شخصی بخوام اینجا با خیال راحت بگم، جز انسان دوستانه ترین کارهایی هستش که یه نفر میتونه بکنه. شاید یه جور خودخواهی و انسان دوستیه ترکیب خیلی جالبی این وسط پیدا میکنه، اینه این یینو یانگ، انگار رفتن تو دل هم دیگه. یعنی لذت شخصی میبری ولی این لذت شخصی تو حتما یک وجه بیرونی داره که یک نفع عمومی رو هم میتونه با خودش بیاره. جالبه. ببین این هنر اینطوریه ها، آره، یعنی اون خودخواهیه که توی هنر باشه رو اینجوریه ها. اینه خب خیلی از خودخواهی هم هستش که ممکنه اصلا جنبه های انسان دوستانه نداشته باشه. درسته. یه سوالی گفتن که اثر هنری، ایشون همین کسی بودن که راجع به کمتر میرا شدن اثر هنری یا میرا شدن اثر هنری حرف زدن. میگن اثر هنری تو ذهن من کلن میراست و سوال اینه که اینترنت چه مقدار در این حرکت به جاودانگی حرکت کرده؟ یعنی اینکه وجه عمومی شدن اثر در فضای مجازی، من دارم سعی میکنم سوالو بفهمم، خودش میتونه به نامیراییش کمک کنه؟ من الان در لحظه دارم فکر میکنم نه الزامن، چون آثار زیاد هنری به دست ما رسیده که هیچ کدوم در زمانی که اینترنتی وجود داشته اصلا خلق نشده. البته ایشون میگن اثر هنری در ذهن من کلا میراست. ببین من فقط یه چیزی رو بگم، ببین اینم توجه داشته باشیم وقتی که صحبت داریم میکنیم راجع به میرایی و نامیرایی صحبت میکنیم. بله حتی ببین، چون که مثلا من وقتی دارم کار میکلانج رو مثال میزنم یا کار حافظ رو مثلا مثال میزنم و گوته، دارم راجع به یه بازای زمانی که حالا بهش بگم مثلا حتی وقتی که بخوایم مثلا کارهای سوفوکل رو مثال بزنیم، داریم راجع به یه بازه زمانی 3000 ساله صحبت میکنیم که 3000 سال برای میرا یا نامیرا بودن خیلی زمان کمیه. یعنی ما وقتی که با انسانی سر و کار داریم که میان میگن اولین انسانی که اومدن جمجمش رو پیدا کردن یا استخوناش رو پیدا کردن چیزی بیشتر از 3 میلیون سال پیش بوده، یا یعنی اینکه شاید 40000 ساله که از انقلاب شناختی که توی انسان اتفاق افتاده میگذره، 10000 ساله که از یک جانشین شدن انسان. بله 3000 سال خیلی کمه. با این بله اصلا خود حتی انسان هم موجود در مقایسه با گونه های دیگه، تازه خود انسان هم موجودیه که میشه گفت هنوز مهمان جدیدتر یه زمین، که حالا چه برسه به این. آره اینطوری بخوایم بگیم، آره ببین اصلا
آخه ببین، من فقط اینو برای این دوستمون که سوال کردن اینو بگم. ببین مسئله این که این در واقع نامیرا هست یا نامیرا نیست، من راجب این صحبت نمی کنم، و راجب این که من میل دارم به این که نامیرا باشم، این که من میل دارم به این که نامیرا باشم با این که آیا واقعا میتونم یه کاری کنم که نامیرا باشم یا نباشم فرق میکنه. خب سوال زیاد اومده، من یه ذره چرا رفتم سوالو. آها اومدم. یه دوستی، من فقط یه توضیح بدم، یه دوستی بالاتر به من گفتن، یعنی گفتن ازم سوال کردن که من فکر میکنم هدف یک نویسنده یا یه نقاش، حالا من جمع میبندم میگم آرتیست، فقط و فقط لذتی که آیندگان خواهند برد. خب این نظر ایشونه، من فقط به عنوان یه نظر شخصی بگم که او یه نقدی هم برام اومده، گفتی چرا انقدر شخصی حرف میزنی. آخه من دوست عزیزم خانم الهه چجوری میتونم خیلی غیر شخصیش کنم؟ وقتی مثال میارم یا مصداقی حرف میزنم مجبورم بگم من اینطوری فکر میکنم، که نگم من تعمیم میدم. اما مثلا به عنوان یه کسی که مینویسه، اشتغال به نوشتن داره، من شخصا وقتی مینویسم لذت فردی دارم میبرم. وقتی هم که مخاطبم اون متن رو میخونه، از لذتی هم که اون احتمالا میبره یا اصلا واکنشاش هم دارم یک لذت دیگه ای رو میبرم. یعنی میخوام بگم این نیست که من یک چیزی رو، برای من این نیست که مینویسم که تو لذت ببری، نه، قبلش یک مرحله لذت شخصی واقعا برای من وجود داره. شما میخواین تو این زمینه بهار جان دیالوگی بگین یا من برم سراغ سوال؟ نه راستش بخوام، من اعتراضی ندارم، بخاطر اینکه به نظر من تا جایی که من میدونم و حالا با اون سبک و سیاقی که من کار کردم، واقعا برای همه اینا مثلا برای پرسشنامه های تهیه بشه، ما بریم یه سری هنرمند و یه سری کسایی که آرتیست هستن و با معیارها پیدا کنیم، سوالای ازشون بپرسیم، ببینیم واقعا اون موقع که داره این کار آرتیستی رو میکنه به چی داره فکر میکنه. یعنی بیشتر لذتی که خودش میبره براش مهمه، یا بیشتر لذتی که میخواد بده براش مهمه، یا اصلا اینجوری بهت بگم، یا اصلا به جز این کاری نمیتونه بکنه. حالا اصلا سوای این که داره لذت میبره یا رنج میبره و اینا، اصلا شاید ساختار وجودیش جوریه که جز این کاری نمیتونه بکنه. سوال زیاد داریم، من هم میخوام تون تون بپرسم. میگن به نظر شما خود اینترنت یک اثر هنری نیست؟ ببینید من فقط یه چیزی بگم بچه های عزیز، وقتی که میخواین سوال بپرسین در نظر داشته باشین، من اونجا نوشتم که کار من مشاوره و روان درمانگریه، من که مهندس آیتی نیستم که این سوال رو هم من نپرسیم، من واقعا اطلاعاتی ندارم، نمیدونم. من اگر که بخوام به سوال شما من جوابی بدم، میتونم، منم چون تخصصی تو این زمینه دارم که اصلا بتونم نقد کنم بگم اینترنت اثر هنری یا نه، میتونم بگم که همه چیز میتونه بستر مناسبی برای واکنشی از طرف جهان هنر بهش باشه یا هر هنرمندی. از این زاویه نگاه بکنیم، احتمالاً این لپتاپی که جلوی منه یا نمیدونم و گیاهی هم که اونجاست، یعنی هر کدوم میتونن ایجاد واکنش بکنن. در نتیجه تصور میکنم، نمیدونم، اثر هنری رو من دیگه نمیتونم راجع به این حرف بزنم، نمیدونم چقدر میشه وارد این بحث شد. یه سوالی گفتن که تو تمام تحلیلی که کردیم که جنبه‌ای فراتر از جهان مادی رو داخل نکردیم، چرا دیدی که اسمش رو بذارم عرفانی یا فرافیزیکی، حالا من میگم متافیزیک، مردود باید باشه؟ چون مخصوصا اگر درباره کسی مثل حافظ حرف بزنیم، روح و روانش با این طرز تحلیل خیلی فاصله داره. سوال عجیبیه، آخه اصلا نمیدونم ما آیا مادی خیلی بحث کردیم؟ اصلا چطور میشه در مورد بحث هنری اینقدر گفت متریالیستی داره بحث میشه راجبش؟ یا یکم این راستش سوال برای من سوال منطقی به نظر نمیرسه، این نظر شخصی منه. یعنی اینکه درک آخه جهان هنر که اصلا نمیشه که
مثلا مثل یه ورق کاغذ یا یه تیکه مثلا آجر کلن رو جوش حرف زد. وقتی داریم حرف زنیم رو داریم راجع به ذهنیات کسی که خلقی رو شکل داده حرف بزنیم. ذهن هم اگر بخوایم تفکیکش کنیم، یعنی میشه باز دو تا نظریه دیگه، دو تا نظریه کلی بگیم، اونهایی که ذهن رو بهش بوده غیر مادی میدن قائلن به این همچین چیزی، اونهایی که ذهن رو بهش بوده مادی میدن، یعنی میگن که ذهن چیزی نیست و به جز مغز و ریدیوسش میکنن، تقلیلش میدن به بوده مغز. خیلی این بحثی که الان اینجا حداقل من که اصلا شخصا فکر میکنم بشه بازیش کرد، که یعنی دوتا منظری که دوتا نگاهی که به ذهن وجود داره، حالا ما بیم انتخاب کنیم از کدوم منظر. فکر میکنم فرصت یه بحث آنلاین حداقل الان باشه. شما چی فکر میکنید؟ نه من میشه سوال، چون من این خود سوال رو گم کردم، میشه سوال رو برای من کوچولو بگی؟ چون من خودم میگن چرا اینقدر، در واقع سوالشون اینه که چرا اینقدر مادی دارین بحث میکنین، چرا عرفانی یا فرافیزیکی؟ من میگم به خاطر اینکه من مادیشو بلدم، من درسی که خوندم درس قسمت مادیش بوده، میدونی درس قسمت معنوی و عرفانی رو نخوندم، این که از من، یعنی میدونی چیزایی که من خوندم این اطلاعات رو میتونه بگه. قطعا مثلا شما اگر یه جلسه بذارین با کسی که توی زمینه های دیگه اطلاعات داره یا مطالعه داشته، ایشون از اون میگه. من برای اینو میگم که اینو بلدم. به نظرم جواب منطقیه بر سوال، یعنی ما در حوزه‌ای که میفهمیم و میتونیم حرف بزنیم. بذارین من یک سوال دیگه بپرسم. میگه میشه راجع به نقش مخاطب در دنیای، نقشی که مخاطب در دنیای مجازی بازی خواهد کرد یه ذره حرف بزنیم؟ ببین من بخوام از، چون حقیقتا من اینقدر که از منظر مخاطب اعتبار میتونم حرف بزنم، از منظر هنرمند شاید کمتر بتونم صحبت بکنم، چون توی بیشتر دوره عمرم مخاطب بودم اتفاقا، و تلاشی که کردم این بوده که سعی کنم یه مخاطب خوب باشم. ببین توی دنیای مجازی وضعیت مخاطب هم خیلی تحت تاثیر قرار میگیره، چون نحوه مواجهش با اثر هنری متفاوت میشه. مثلا فکر کنید که من اگر که کسی باشم که بخوام از یه اثر هنری به این صورت لذت ببرم که مثلا در مقابل مجسمه داوود میکلانج قرار میگیرم، خب حالا فکر کنید که من در مقابل خود این مجسمه قرار میگیرم، تصویر این مجسمه توی دنیای مجازی قرار میگیرم که حالا ممکنه تصویرش توی گوشی من باشه یا تصویرش توی صفحه لپتاپ هم باشه. اصلا همین که ارتفاع اون اثر در دنیای واقعی میتونه منو بگیره. من خودم فکر میکنم که 100% روبرو شدن، مواجهه مجازی با یک اثر هنری 100% تأثیر میذاره. یعنی درک من از مواجهه مجازی با یک اثر هنری با درک من از مواجهه حضوری و بیواسطه 100% فرق میکنه. باز دوباره من نمیخوام بگم بهتره یا بدتره ها، میگم فرق میکنه. ببین من الان دارم تو رو دو بعدی میبینم، وقتی ما کنار هم باشی من تو رو سه بعدی میبینم، همونی که بله. مثلا من بوی تو رو احساس میکنم، حتی اگر که تو حرکت کنی ممکنه اون بادی که به من میخوره احساسش بکنم. توی دنیای مجازی هیچ کدوم اینا اتفاق نمیفته. مورد اثر ارتفاع واقعی اثر، حجم واقعی اثر، اصلا حالت سفیش، با اینکه من میام دو بادی روی یه صفحه میبینم خیلی فرق میکنه. حالا شاید هم مثلا یه روزی اینجوری بشه که مثلا بودی هستم بتونم ببینمش، نمیدونم. به هر حال الان که یه همچین چیزی نیستش.
ما کم کم وقتمون داره تموم میشه، ماکسیموم دیگه 10 دقیقه دیگه وقت داریم. یه کسی که به ما پیوسته آقای دکتر احمد احمدی پوره که از همکارای خود شما هستن، روان درمانگرن، روان پزشکن. ایشون یه متن می نوشتن، من میخونم حدودی براتون. نوشتن مرگ ترس است یا غریزه؟ نمیدانیم، اما چیزی که میدانیم این است که شرایطی که از آنها اطلاعی نداریم و به اصطلاح از آن به عنوان عدم قطعیت نام میبریم ترسناک است، چه برسد به مسئله عدم وجود. بشر راههای مختلفی برای مقابله با این احساس ناامنی دارد که یکی از آنها افزایش کنترلینگ خود است، و وقتی میفهمد کنترلی بر زمان مرگ خود ندارد، شاید تلاش میکند تمام تلاشش رو بکند تا کنترلی بر اوضاع بعد از زمان خودش داشته باشد. بعد این نظر ایشون بوده. خانم الهه، به هر حال من تلاشم کردم که هدایتگر خوبی باشم، متاسفم شما راضی نبودین از هدایت بحث. ببینیم دیگه چه سوالی اومده. کار دست چیز میشه، میگن که اون چیزی که توسط تکنولوژی خلق میشه یا تکنولوژی درش دخیله، حالا شاید یه ذره این مرتبطه مثلا با اجراهای آنلاینی که همین بچه ها در این فستیوال دارن میرن، میگه که آیا اینو میشه بهش اسم هنر داد، یا هنر اون چیزی که در واقع با دست و با فعالیت فردی یک هنرمند انجام میشه؟ من که تصور میکنم میتونیم اسم هنر به هر چیزی بدیم اصلا. آره میدونی چجوریه، اسم هنر که میشه داد به خاطر اینکه اصلا یکی از چیزایی که ما الان داریم دیجیتال آرت دیگه، مگه چیزی که با مثلا فکر کن که وسایل تکنولوژیک یا با این تکنولوژی درست میشه اسم هنر نداد، پس کلا تکلیف دیجیتال آرت چی میشه؟ نه درسته، منم کاملا موافقم. نه به نظرم هنر خیلی اصلا اینقدر فکر نمیکنم بشه محدودش کرد، تعریف داد به اینکه چی هنره یا چی هنر نیست. بله خب میشه اینو بفهم. من فکر میکنم چیو من تصور آخرین کامنت به طور مستقیم مسئله میل به نامیرایی رو من تصور کنم که به طور مستقیم مسئله میل به نامیرایی رو به تولید اثر هنری پیوند داد. خلق هنری ایجاد دیالوگ با جهان زنده و دیگران است و این ویژگی هنر معاصر از زبانی با مؤلفه های هنر برای تعامل. من یه چیزی بگم، نمیشه به طور مستقیم مسئله میل به نامیرایی را به تولید اثر هنری پیوند داد. به هر حال تا جایی که من اطلاع دارم یه همچین تفسیر و تعبیری راجع به تولید اثر هنری شده. یه جای دیگه هم که من نگاه کردم راجع به هنر و تولید هنری این بودش که به هر حال حالا نه به عنوان پاسخی به نامیرایی، ولی این بودش که 100% تولید هنری یک تأثیر مثبتی در حیات آدمیزاد داشته که این همه سال از نظر تکاملی با انسان باقی مونده. چون اگه قرار بودش که بخشای خلاقه و موزایش هنری تأثیر مفیدی نمیتونست در انسان داشته باشه، احتمالا در پروسه تکامل از بین میرفت. یه فایده داشته. حالا از نظر ما اینه که اون فایده نکته مهمی تکامل از نظر ما اون فایده میتونه میل به زایش باشه، میل به بقا و میل به تکثیر باشه، ولی 100% نظرات دیگه هم در این مورد وجود داره. بحثی شما گفتین که خلق هنری ایجاد دیالوگ با جهان زنده و دیگران است. واقعا ممکنه با جهان زنده هم نباشه. من وقتی که اثر هنری رو دارم خلق میکنم ممکنه با یک جهانی که هنوز به دنیا نیومده و زنده نیست میخوام ارتباط برقرار بکنم. با دیگران هست در قسمت دیگرانش 100% شما درست میگین، اما اینکه زنده است شاید هنوز وارد حیات نشده. خلق هنری میتونه ارتباط با اونم باشه، یعنی ارتباط با یه آینده باشه. بابا جان ما کلا الان 5 دقیقه داریم که من باید تهش هم یه جمع‌بندی بابت برنامه بچه‌ها رو بکنم. من می‌خواستم ازتون خواهش کنم یه بحثی که خیلی
جذاب بود برای شخص من. اگر میشه مثلا شاید تا 2 3 دقیقه 4 دقیقه میشه که لطفاً راجع به رابطه هنر و تکامل که اشاره کردین یک گپ با اون بزنین، چون مثلا خیلی اتفاق جالبی بود این چیزی که گفتین. ببین میگم اون چیزی که من خوندم در اون حدی که من دیدم اینجوری بودش که مثلا نظرات مختلفی راجع به هنر وجود داره. بعضیا هنر رو اصلا ممکنه آفرینش هنری رو بعضی از دانشمندان هم هستن که یه چیز زائد اصلا ممکنه بدونن، یه چیز فوق برنامه، ولی بعضی ها هستن که بر این عقیدن که 100% زایش هنری یک تأثیری در بهبود زندگی انسان، در بهبود سلامتش و در بهبود کیفیت زندگیش داره که این همه ساله که با آدم مونده. اگه نه که خب حذف میشد دیگه، مثل خیلی چیزای دیگه. چون همونطوری که گفتم ببین ما راجع به 1 سال و 2 سال و 100 سال و مثلا 1000 سال که صحبت نمی کنیم، ما داریم راجع به 40,000 سال و 100,000 سال صحبت می کنیم. یعنی راجع به این صحبت می کنیم که یک چیزهایی هستش که مثلا سابقه پیدا شدنش، نمیدونم حالا دقیقا نقاشی هایی که توی غار آلتامیراس مربوطه به چند سال پیش میشه، ولی میدونم اصلا بحث 1000 سال و 2000 سال نیست. عدد دقیقش البته نمیدونم، میتونیم یه سرچ کنیم ببینیم که در مورد کی هست. اما حتما این یه حالا آدمو خوب میکرده که از نظر ژنتیکی بخشایی که اینو تولید میکنه توی مغز ما باقی مونده، اگه نه که هبه این میرم. خیلی با تو موافقم، چون منم یه ذره علاقمند به تکاملم و این دیدگاه تکاملی رو منم دارم. بهار عزیز خیلی خیلی ازتون تشکر میکنم، واقعا برای من بحث جذابی بود، یک ساعت و نیم برای من شخصا خیلی مفید بود. سوالای مطرح شده و پیشنهاداتی، بچه ها خیلی ممنونم از پیشنهاداتی که دادین، من همه رو نتونستم بخونم، اما قطعا ما این لایو رو سیو میکنیم و داریمش. اگر که بستری باشه، فضای متقابلی وجود داشته باشه و بشه، خب چی بهتر از این که ما بحث رو ادامه بدیم. خیلی ازتون ممنونم. اگر در هدایت بحث من همه تلاشمو کردم که بشه انسجام بحثمون داشته باشه، اگر که لنگی بوده که حالا من باز عذرخواهی میکنم. من فقط اینو بهتون بگم که ساعت 10 از همین صفحه کار خلیل انوار اجرا خواهد داشت و ساعت 12 شب کار سهیلا باجلان و آویده سعادت پژوه. اگر دوست دارین که اجراها رو هم یه چیزی رو بگم، یه دو حتما کاشو رو بگم. ببین راجب هنرمند و اثر هنری، چون اصلا عنوان صحبتمونم هنر و یعنی اثر هنری و هنرمند و مخاطب بود، چیزی که من میخوام بگم اینه که هرچند که شاید خیلی لذت بخش نباشه، یعنی که بخوایم این صورت نگاه بکنیم که بله اثر هنری اتوبیوگرافی هنرمند هست، اما متاسفانه چیزی که باید قبول بکنیم اینه که اثر هنری از هنرمند جداست. یعنی هنرمند یه جای دیگه اثرش رو رها میکنه و میره، و اون چیزی که آدما باهاش ارتباط برقرار میکنن، یعنی در بهترین حالت اون چیزی که نامیرا میشه اثر هنری هست. هنرمند متاسفانه از بین میره مثل هر هنر دیگه. یکی این بودش که و میدونی ارتباط با اثر میمونه، که اثر مستقل میشه از خالقش دیگه. یعنی هنرمند اینم باید در نظر بگیره که به هر حال اثرش از خودش یه روزی مستقل میشه و یه روزیه که اون نیست و اون اثر هست و اون اثر اون کاری که دلش بخواد میکنه دیگه. خیلی هم کاری نداره به این که واقعا توی ذهن هنرمند چی داشته میگذشته، خودش بسته به دوره‌ای که توش قرار میگیره یک تأثیراتی میذاره و یک کارایی میکنه. یکی همینه که چیزی که بر من جالبه به نظر من، مثلا مفهومی که خوبه حالا راجبش فکر بکنیم، اینه که هنرمند انقدر که راجب اون زمان آینده‌ای که هنوز توش نیست فکر میکنه، راجب زمانهای گذشته‌ای که توش نبوده زیاد فکر نمیکنه. در صورتی که اون نبودنم اونم ترس داره. چرا ما از اون گذشته ای که توش نبودیم نمی ترسیم، ولی همیشه از اون آینده ای که توش نیستیم می ترسیم؟ چون اونجا آقای دکتر گفتن که یه چیزی هستش که ما ازش اطلاع نداریم و ما رو می ترسونه. من چرا اون گذشته منو خیلی نمی ترسونه؟
نمیخوام تو اون گذشته باشم، دوست دارم تو اون آینده باشم. جالبه، میتونیم شاید در آینده راجع به اینا حرف بزنیم و فکر کنیم. ترس از گذشته نیست، ترس از آینده. خیلی خیلی ممنونم بهار جان، من خیلی لذت بردم. مرسی که حوصله کردی، مرسی که خیلی ممنونم هدایت کردی، متشکرم از نه خواهش میکنم، خواهش میکنم، خیلی لذت بردم از همه دوستانی که ما رو همراهی کردن. خیلی ممنونم، مرسی از نظراتتون و شب همگی به خیر. و این لایف سیف میشه، شب شما هم به خیر. و شب تو به خیر.